تاهره باید از عبدالله با فرزنداش از عبدالله جدا بشن پسر 17 ساله‌ای در ورامین دختر همسایه افغانستانی اش را که هنوز 6 سال بیشتر نداشت به خانه بیبرد و پس از رفتاری شیطانی او را به قتل میرساند همتنان از سلام امیدوار هستم که صحت و سلامت باشین من ولی محمدی هستم از یوتیوب چینل وی ام تی وی عزیزان در این ویدیو را باز اختصاص دادیم به دختر خانم به نام طاهره که در سن تقریبا ده سالگی قربانی ازدواج با یک مرد کوهند به نام کاکا عبدالله شدم ولی بیشتر سر خانم بهار لطفی نجات خانم ایرانی که مدام میای ویدیو میسازه و بالای افغان ها غیر مستقیم توهین و تحقیر میکنه صحبت خواهیم کرد خب دوستان عزیز شما تاهره را شاید اکثر دان بشناسین برای از که واقعا یک چهره مطرح شده امروز سرخط سوشل میدیا شده تاهره یک دختر خانمی است که با یک ذهن یا یک مغز معیوب از مادر از بطن مادر زاده شده و این قسم یک شخص به هیچ صورت قابل تداوی یا مداوا نمی باشه عزیزان دل یعنی این قسم کیس ها را ما زیاد داشتیم یعنی در سطح جهان شما اگر به ژاپن مراجعه کنین امریکا و مچام هر کشور دیگه ای که شما فکر میکنین پیشرفته است این قسم اشخاص نتانسته که تداوی بسازه و این قسم اشخاص ضررشان به کسی نمیرسه برای از اینکه انسان هستند که فقط در گفتارشان اینا کنترل نداره و همچنان کدام کار خاص را نمیتونن اینا انجام بتن یعنی نمیتونن که اینا کار کنن و کسی بتونن از اینا کدام استفاده بتونن و دست بیاره بلکه برعکس به پرستاری و مراقبت ضرورت دارن بنابراین لطفا از سرداد جان نظری نخواهین عزیزان دل که تایره را خارج از افغانستان برای تداوی به برابر ازی که باز هم میگم من در ویدیو قبلی هم گفتم یک بیمار روانی یک بیمار ذهنی باید اونمو داکترش هم زبان و هم کلتور خودش باشه که بتونه در عمق مغزش درون شود و بتونه او را به یک شکل تداوی بکنه نمیشه که ما از طریق مترجم یا ترجمان گپای مریض خود بشنویم و نتونیم احساس کنیم نتونیم درک کنیم میچ نفهمیم و او را تداوی بسازیم یعنی اگر شوام همراه یک روان پزشک باید در داخل کشور شود اقل برای از اینکه چهار شفاخانه در ایران تاهره را رد کرده گفتن که این دختر خانم قابل تداوی نیسته و اگر بخوایم که عمل جراحی بکنیم مغزش هم 20 فیصد امکان داره که دختر خانم زنده بمانه 80 فیصد دختر خانم از بین میره اون 20 فیصدش هم امکانه یکی بهتر شوه خوب شوه یک انسان واقل شوه گفته که 20 فیصد امکانش هست به این که اگر عمل جراحی هم شوه باز هم اینمی قسم بانه اگر زنده هم دمو 20 فیصد بانه باز هم اونو است. پس بهتر است که وقتی که تایره تا و کسی ذرا نمی یک دختر خانم است که آرام ششته در خانه هیچ کار اشتباهی را نکده یا حداقل اگر تا بیرون نرفته او خود نرمال است یک انسان نرمال هم تا بیرون میتونه برای یک اشتباهی بکنه پس چرا بخوایم که ما این از شوهرش جدا بسازیم یا بخوایم که ناق خارج از کشور روان کنیم بگیم که قابل تداوی است یا تداوی کنیم بر صورت میم سر موضوع دروخ و توهین های خانم بهار لطفی نجات که بالای افغان ها و مخصوصا کوک عبدالله کردم. اول شما این ویدیو که من براتون پلی می ببینید از جان دل من در ویدیوهایی، در ویدیویی که عبدالله هست عبدالله میگه اگه بتونم میخوام یه بیوه زن بگیرم دنبال یه بیوه زن میگردم که بیارم تا رو جمع کنه عبدالله اگه اون خونه رو به نامش کنید یک ذره پول داشته باشه یک زن دیگه هم خواهد گرفت اون وقتی که دیگه واقعا چجوری بگم با این حرفاش چهره واقعی عبدالله شناخته شد گفت که اگه پول داشته باشم میخوام یک بیوه زن بگیرم از تاهره نگهداری کنه منم میذار بله دوستان عزیز شما ویدیو را دیدین که خانم بهار لطفی نجات چنین صحبت ها را می داشته باشد در باره کاکا عبدالله که من بالاخره نفهمیدم که اول خوی بسیار غلط است که خانم بهار لطفی نجاد در اولین ویدیوش که آمد گفت که من بهار لطفی نجاد هستم کرد ایران یعنی چه کرد ایران ایرانی برای ما ایرانی است فرق نمی کنه که او کرد باشه یا از هر طایفه دیگهش که باشه ما احترام داریم ما دوست داریم ملت شریف ایران نه حکومتش ها. ولی ملت ایران دوست داریم ما همراه اونو اصلا کار نداریم و شما ضرورت نبود که بیاین بگین که من کرد هستم کرد ایران هستم و شما خانم بهار لطفی نجات من نمیفهم به خاطر کرد بودن است که فارسی درست نمیفهمین یا ای که نخواستین که اینی بفهمین شما اینی ویدیوگه که کاک عبدالله را در جواب اینی می توحین نه خانم بهار لطفی نجات ببینید عزیزان دل یک لوک از زن بیوی شهید و نوز او به او بچه رسول بگیرم که امو تفلای ما را بتان جمع کنه و ما بتان مردانه کار کنیم بله دوستان عزیز شما ویدیو را دیدین که کوکا عبدالله میگه که ما اگر شوه امکانش باشه یک خانم که بیوه باشه یا بازمانده یک شهید باشه بتانم برای اینمی بیادرم که اینجا شیشته بگیرم که ما آزاد شوم برم کار کنم پیسه بیارم و دیگه محتاج کسایی نباشم که از اروپا و امریکا برای من پیسه روان میکنن یک پیسه گک بیارم یک آدم کارگر هستم در ادامه ویدیوش میگه خوره من نمیتونم بانم یک آدم کارگر است و من میخوایم که کار کنم ولی موضوع اصل این است که خانم بهار لطفی نجات فارسی را درست نفهمیده و گفته میگه یعنی در این ویدیوش که میخواه که زن بگیره اگر برش امکان از زیر بتیم میخواه که زن دگه بگیره که عبدالله امروز نان و روزش نداره شما میگین که یک زن دگه میخواه بگیره یعنی چی؟ شما فهمیدین فا... فا... که اصلا میگه میگه زن باشه یک زن چیز باشه یک زن بیوه که ما برای بیادرم بگیرم بر صورت عزیزان دل اینی ویدیوگه که دیگه ای را که ما برای میمانم عزیزان دل شما اینی را ببینید تاهاره دیوانه نیست یک انسان دیدن عزیزان دل خانم بهار لطفی نژاد میگه که تاهره دیوانه نیست تاهره یک دختر خانم عاقل است در صورتی که در تمام ویدیوهایش میگه که تاهره نمیتونه تاهره معیوب است تاهره مچم ذهنش کار نمی طاهره تاهره دیوانه است تاهره ایست تاهره اوست با یکی از صحبتاش میگه که تاهره یک دختر عاقلی است یک آدم فامیده است و مچم چطورکایی است و اینی وی که هم که برتان میمانم ایران ببینید آره. دختری که در سن 14 سالگی به عقد یا آقای 48 ساله در اومده و الان دو تا بچه داره دیده در زن دل خانم بهار لطفی نژاد میگه که تاهره در سن 14 سالگی تن به یک ازدواج مذهبی یا فرهنگی داد در صورت که امروز سرداد جان نظری میگه که تاهره فقط 16 ساله است یعنی امروز اگر تاهره 16 ساله باشد تاهره باید در سن 10 سالگی ازدواج کرده باشد در 11 سالگی طفل به دنیا آورده باشد و اولین طفلش 4 ساله باشد دومیش یک ساله که نمی 6 ساله ما یک جای کنیم همراه یک سال بارداریش میشه 6 سال و امروز تایره اگر 16 ساله باشد در سن ده سالگی طفل به دنیا آورده ولی خانم به حال لطفی نژاد میگه چهارده سالگی به حساب از او اگر بگیریم امروز بی ساله میشه طاهره <applause> خب بر صورت خانم به لطفی نژاد من باید به شما بگویم از گوش دیگه پا بکشم یا درون کنم که اینمی حکومت فاشیست و اینمی آخوندهای شما بودن که تاهره را به عقد نکاه یک مرد که هنسال به نام عبدالله در آوردن شاید پیسه گرفته باشن شاید مفتی کار کرده باشن شاید بر اساس مذهب بوده باشه هر چیز دیگه تاهره در ایران و توسط شیخ های امو کاک عبدالله که میگه شیخ های ایرانی به عقد کاکا عبدالله در آورده شده و از زمانی که در شفاخانه طفلش به دنیا آمده اونمو خانم ایرانی که لطف کرده اونمو پرستار زنگ زده به پلیس که بیاین اینمی جا اینمی قسم یک کیس داریم یک دوسیه داریم که یک کاکای قا... اه... شهست اه... شه ساله همراه یک دختر نوجوان مجام سیزده چهارده ساله است اینجا پلیس هم که آمدن قانونی دیده نمو گفته خودتان مدرک شدیده که اینا زن شوهر هستن ایلایشان کردن گفتن که اوکی برین شما زن شوهر قانونی هستید باز این اشتبار خود حکومت شما کرده نه حکومت ما که شما در صحبت میگن میگین که تاهره را در کابل شاید برای یک دو روز گدایی روان کده باشه در صورتی که ما در ویدیو میبینیم که میگه تایره در ایران گدایی میکرد یعنی پدرش مجبورش کرده بود و پدرش هم که دیده میشه در ویدیوش که یک گنگس و گل دیوانه است خودش پدر اینمی تاهره این ای خود شما هم گفتیم در ویدیو فکر میکنم بر صورت می هم سر موضوع دگه شما این ویدیو دیگه که عزیزان دل ببینین به درد زنای افغانستان بخوره زن افغانستان استادیوم و فوتبال میخواد شکار یا حتی بله خانم به حال لطفی نژاد میگه که زن افغان استادیوم فوتبال هم چی کار چرا نخواید چی کار درست است که امروز در افغانستان وضعیت خراب است و خانم های افغان همیشه مدام کوبیده شدن و اولو... 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 اولویت هایش چیزهای دگه هستن منتها نمیشه که ما به زن افغان بگیم که تو ضرورت به استادیوم یا استادیوم فوتبال نداری برای از که یک حق زن افغان است در باله همه چیز ما میگیم که استادیوم فوتبال هم داشته باشه میم سر توین شما به ما کردین عزیزان دل ما در سر اسکرین اینمی کامنت خانم بهار لطفی نژاد برای شما میمانم که مرا میگه که تو یک شخص نجات پرست هستی عزیزان دل میفهمین چرا این گپ میزنه بریازی که ما شما برین داخل یوتیوب چینل شوین شوید یک ویدیوی ما ساختم درباره با یک شخصی به نام امید دانا که میگه که ما اگر افغانستان او مفت به ما نتا ما, ما مجبور میشیم و اختار میته که افغانستان و بندهایش با مشک با اتم مچم چطورکایی میزنیم که نمی اوش مفت مجانی ا چی میگه داخل خاک ایران بسازیم اون قسم که قبلا برش مفت میرفت اون قسم که پس به دست بیاره یعنی او که ما بر حال تانستیم که ایار بسازیم و ازش استفاده بکنیم میگه ما با موشک میزنیم که این او پس مفت مجانی به ما بیا این می ویدیو را دیده و آمده نمیشته که این خودش یک نجات پرست است نجات پرستی ما چی است برای از که گفتیم که نه این او حق ماست و اگر شما او ما را می ما حاضر هستیم که به شما او بتیم منتها در مقابل او شما باید همراه ما یک قرارداد پولی داشته باشیم که بابت اوی که شما با ما, با شما میتیم پول بتین و نفتی که شما ما میخریم بابتش پیسه میدیم پول میتیم بر صورت عزیزان در لیام یکی از توحین های دگیش بود که مچم شاید یک قسم به سواد هم میشه برای از که میبینه در ویدیو های ما که نمبر و هم شو میشه در سر سکرین برای من نوشته کده شما اگر برین در کامنت های اینمی خانم بخوانین در یوتیوب چنل ما که نمبر واتساب تا برای ما بان که ما بتونم همراه مستقیم صحبت بکنم این قسم نمیشه که من اینجا همراه خود تل فصل بسازم بعد صورت عزیزان دل شما اینی ویدیوگاه که اینجا که ما براتون میمونم ببینید پسر 17 ساله در ورامین دختر همسایه افغانستانی اش را که هنوز شش سال بیشتر نداشت به خانه میبرد و پس از رفتاری شیطانی او را به قتل رساند. بله دوستان عزیز ویدیو را دیدین اگر خانم بهار لطفی نجات شما واقعا مدافع حقوق زن هستی برین لطف کنین درباره اینمی بچه که بالای سن بود اینمی دختر, ش... دختر, خانم شش ساله را در ایران به قتل رساند و بعد از چهار سال اینمی حکمت فاشیست شما انمی بچه را از زندان آزاد کرد و گفت که ای زیر سن بود اب ده ساله بود یک نادانی کرده خیر است که کشت یک دختر افغانه مهم نیست بعد چهار سال آزادش کرد شما اگر واقعا میخواین که لطف کرده باشین برین اونمو جای اعتراض کنین که چرا اینمی شخصی که اینمی طفله به قتل رسان و صدها اینمی قسم جنایت دیگر هزارا جنایت دیگر شما ایرانی ها بالای افغان هایی که در ایران زندگی میکنن کردین اونا را لطف کنید محکوم کنید که امروز میاین یک کاکا عبدالله که بر اساس اونمو اسلام و قانونی یک زن گرفته ما خواستار این میشین که ایره ازش جدا بسازین تفلایش ازش جدا بسازین خودت میایی که ازش میکنی که دایره یا یک از فامیلای تروان میکنی که امروز دایره باز آروسی بکنه وقتی که ما از کاکا عبدالله اینا رو جدا بسازیم و می سر موضوع جهالت جهالت فقط در افغانستان نیست شما ملای خود ببینید که چی میگه چی چتیات میگه این کسایی که حکومت ایران در دستشان است و شما لطف کنید عزیزان دل این ویدیو را که نمی بچه افغان همراه یک دختر معیوب این که ایرانی آروسی کرده که, که چی قسم در ایران توهین و تحقیل شده که ایران مجبور شده ترک کنه بره در اروپا و همراه اینمی خانمش در یک رابطه صمیمی باشه که خانم مسیح علی نژاد یک خانم قهرمان ایرانی ازش یک گزارش تهیه کرده و من یک قسمت ها گرفتم که شما ببینید از برید این ویدیو رو ببینید حالا مستری کردن خودم به کنار که سر جاش بود و هست همچنان اینکه من با علی میرفتم بیرون حالا علی یه خورده به خودش میرسید خیلی معذرت میخوام دست راست میکردن از داخل ماشین وای افغانی متاسفم که همچین دیدگاهی تو کشور ما ایجاد شده که اسم افغانی که بیاد بسر این حرف خیلی عذاب میده خیلی هانیه از کودکی با این زخم زبان ها زندگی کرده و این زخم ها برایش آشناست بله عزیزان دل ویدیو را دیدین میبینین که چطور انمی بچه مجبور به شده که ایران به خاطر از اینکه توهین و تحقیر کرده و نتانسته با وجود از که طفل از یک دختر معیوب ایرانی به دنیا آمده برش یک چیز بده یک تسکرگک یک کارت شناسایی برش بده و یک فکر یک انسان برش بکنه که نمی افغان آمده نمی یک دختر معیوب ما را گرفته بیاین که نمید یک انسانیت بکنیم یک یک کارتک برش بتیم بگوییم که خودت در ایران میتانی قانونی زندگی بکنی یعنی می بچه مجبور ساخته که از ایران فرار بکنه به هر صورت در آخر میخوایم بگوییم که خانم بهار لطفی نژاد خودت که قدر از حقوق بشر و حقوق زن صحبت میکنی خودت چقدر توانستی تا حالی به اینمی تاهره کمک مالی بکنی؟ یک دلار، دو دلار، یک رو پام نکدین کده بودین ما اینمی ویدیو های سردار نظری کمک شما رو میدیدیم که اعلان میکرد که اینمی خانم به حال لطفی نجات در پالوی این که پر, پر 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 نقد میکنه پر 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 سوال بی و بی خود و بی منطق میکنه می اینجا و فقط یاد داره که سوال کنه هیچ وقت به سوال و اونمو چیزایی که در ذهنش میگرده یک بار خودش نخواسته که جواب بده که من می سوالی که میکنم بر اساس منطق است یا یا فقط میخوایم بگیم که زنای افغان بی عقل است ها بی عقل از چیزی را نمیفهمه یعنی می زنای افغان که می اینجا کامنت مثبت میتم می, می ولی خو... تایره قربانی چنین موضوع شده پس ما نباید از کاکا عبدالله جداش بسازیم بانیم که اونمو جا باشه برای که فعلا کوک عبدالله برش بهترین گزینه است هیچ کس طرفدار هیچ انسان عاقل طرفدار از این نیست مخصوصا زن که یک دختر خانم زیر سن بره همراه یک مرد کهنسال ازدواج بکنه هیچ زن افغان ای را قبول نمی کنه. ولی زن افغان منطق داره شعور داره فهم داره ای را در کرده یعنی می فهمه که اگر اینمی تاهره را از عبدالله جدا بسازیم هیچ کس حاضر به ازدواج همراه اینمی تاهره نمیشه خود در یک ویدیو میگی که تاهره دیوونه نیست تاهره آدم عاقلیه تاهره درک از ازدواج نداره تاهره درک از مرد و رابطه جنسی نداره و همزمان میبینی که تاهره در ویدیوش میگه که ما اینمی قسم یک مرد میخوایم اینمی قسم یک شاهزاده رو میخوایم که به اون کمرمن سردار نظری اشاره میکنه یعنی قسم خوشتی به میخوایم اگر نداره خ چرا میای میگه که من این قسم یک خوشتی به میخواین پس بنا این اونا احساس داره شما از دل اونا نامدین نا که بفهمین که اونا احساس دارن یا نه اونا نمیتونن بیان پیش کمره بگوین که ما از رابطه جنسی لذت میبرم یا نمیبرم و یک چیز شخصی هست توقع دارین که بیای اونم براتون بگوین که بله ما از رابطه که همراه عبدالله دارم لذت میبرم یا ای که نمیبرم چیزی که شما یاد دارین فقط شعار است یک روپا کمک نکدین خودتان در بریتانیا ششتین رفتین از کشورتان فرار کردین خودتان البته ای رو باید بگویم که جای عیب نیست کسی که در یک کشور مهاجر باشه از سوسیال کمک بگیره بر از که خودش بی سرنوشت است و خود بی سرنوشت است یا سوسیال او کشور کمک میگیری شکمکت فول پر است از مشکلاتی که در افغانستان و ایران و هر کشور دیگه غریب است خبر نداری فقط میای با شکم گوش نه گپ میزنی یک روز که اون موسوسیال پیسی سرت سر قط قط کنه یک ما نمی ای چیزا را نمیگی باز خودت اون مو قسم کاکا عبد الله واری طائره واری یک انسان نیازمند میشی میری یک نفر ازش کمک طلب میکنی پیسه میخوای بناهن اگر میخوایی کمک کنی اگر حقوق بشر سرت میشه و این چیزها را درک میکنی نرو آریانا سعید تخریب نکن نگو که آریانا سعید چی کده آریانا سعید تو آریانا سعید نمیتونه یک زن قانونی،, قانونی یک نفر ازش بکشه بگوید که تو ای زن تا باید ایلا کنی برای از اینکه ای زن برای تو خورد است در یک کشور اسلامی تو بر اساس اونمو بدینی چیزها را حساب میکنی فکر میکنی که هرکس قانون خودت داره خود در دا بریتانیا شستی بر اساس قانون بریتانیا گپ میزنی ولی در کشور مسلمان مثل ایران و افغانستان کیس های بدتر داریم دختر های بدتر از, ای بدتر از ای اینمی ویدیو گه ما عزیزان دل باز در آخر برنامه اینجا میبینم شما ببینید که در اینمی ایران دختر چوچتر و خورتر خورترکتر از طاهره آروسی کرده و آروسی شا با جمع جوش گرفته شده و مردم ازش لذت برده از اینکه ای دختر خانم چوچگک همراه یک مرد کوهنسال ازدواج کرده در خود ایران بالای اونا شما چرا انتقاد نمی کنیم که من میخواین که غیر مستقیم زنای افغان احمق فرض کنین بگوین که زنای افغان نمیفهمن و ما آدم بسیار هستم در بین شما که اومدیم میگم مردم تحریک میکنم او مردم برین پیسه تان هم من میتونم خود یک رفع نداری که به تایره کن کنی باز میگی که برین در بامیان زن عبدالله ازش بگیرین مردم تحریک به این میکنین که بره یک کار غیر قانونی بکنه بره یک پیرمردی را زنش ازش بگیره بګریزونه یو ځای دګه بګی چې ما کومکت کړم په قسم طائره ما کومکت کړم تو از کجا مفهم کوم مو جوان راکې ته تحریک мекуنی چې برو از ایران بخښې برو ما پیسې دمې دم پیسې وروه تاسو طائره از عبد الله جدا بسوس ببین حالتشه چطوره کوي سترګويسه چې وځونه مو جوان خود سر تجاوز نه کوي چروا مردوم ته تحریک мекуنی غیر مستقیم مې آریانا را تخریب کړ دګر را تخریب کړ دګر را تخریب کړ به نام دایره خودت میخوای یک چهره معروف شوی یک چهره یعنی می قصد است که میخوای که یک چهره مطرح شوی یک چهره رسانه‌ای شوی و برای این کارت از طاهره مظلوم استفاده میکنی سردار جان نظری چرا نخواهی که ویدیو خودت در یوتیوب کانالش بونه برای از او هیچ مهم نیست که خودت کی هستی و چی میگی برای از او این مهم است که در کانالش ویدیو تا مندوزه یک چند رو برش میه. خودت رو دای... میفهمید دوستان مرا میگم اینه خانم به حال لطفی که تو گدایگر هستی که در یوتیوب فعالیت میکنی به خاطر چند روپی یوتیوب یعنی تو یک زن بی اقل و بی منطق هستی که مرا که گدایگر میگی می که ما در یوتیوب فعالیت میکنم به خاطر پیسه یا به خاطر هر چیز دیگه تمام یوتیوبر دنیا را شما گدایگر فکر کردین یعنی چیزی که یوتیوبر است امروز در یوتیوب فعالیت میکنه شما گفتین که گدایگر ما کامنتکش اینجا برتون میمونم از جان باز بازم ببینید لطف کن اگر زن عاقل و با شعور و با منطق هستی و درک بالا داری به طاهره کمک مالی بکو برای طاهره اون پیسه را به یک جوان نتی که برو در افغانستان ما مصرف تا میتونی اون پیسه گه که برش بتی که در کابل برای خود یک زندگی گه که بهتری را جور کنه شما میگی که اون جایی که طاهره زندگی میکنه جای انسان نیست طاهره اونجا تنها زندگی نمیکنه اونجا بسیار انسان هایی که اینمی شما ایران او را بدبخت ساختین در ایران مسافرت کرده مهاجر شدن اونجا جای برش ندادین پس مجبور شدن آمدن در کشور خودشان مهاجر شده اینمی عبدالله از بامیان نیست از یک جای دیگه مسافرت کرده به اونجا در ایران رفت اونجا برش جای ندادین در ولایت خودش یک چیزی که داشت او را فروخت تا ایران خود رسوان اینمی شما بدبختشون ساختین یعنی اگر شما نساختین ادقل اون حکومتتان ساختم ما اصلا نمیخوایم که ملت شریف ایران وارد صحبت های خودم بکنم منتها اونمو حکمت و اونمو کسای مثل خودت که از حکمتش دفاع میکنه و این نمی قسم یک شخص کثیفی که میه میگه که بالای افغانستان یک مشک پرتاب میکنیم و شما می این مرا نجات پرست میگین در کامنت به من میگین که تو نجات پرست هستی برای ازی که در واره امید دانا پس این قسم یک صحبت ها را داشتی شما برو که در کجای های من نجات پرستی است در باره خودت که من اولین ویدیو را ساختم کجای من نجات پرستی بود گفتم که شما یک خانم از اینکه لطف کردین محبت کردین که آمدین اینمی ویدیو را ساختین چیز کردین فقط در وقتی که زمانی که گفتم گفتم از حکومت تروریست دفاع کردی برای که گفتی که در تایره در ایران مچه درس میخواند و تایره خوب زندگی عالی داشت در افغانستان رفته جایی که انسان زندگی نمیکنه در او قسم یک جا رفته به خاطر انمی آمدی مرا نجات پرست میگی مرا گداگر میگی در یوتیوب جای شرم است خانم بهار لطف نجات و متاسف برای اونم افغانایی هستم که امروز در کامنت برای چک چک میکنه و تشویقت میکنه میگه که چقدر خانم فامیده و چیز کجای فامیده است می سر شما تهمت توهین و تحقیر میکنه شما میگین فامیده خانم فامیده اونورا میگه که حداقل 100 یورو روان کرده باشه 100 دلار روان کرده باشه از اروپا در افغانستان و بینمی دختر خانم کمک کده باشه بعد از او به اینگه بزنه شعار مفت کلکی داده میتونه فکر میکنی دختر خانم های افغان که برنامه مرا میبینه کلشان میتونه اینمی گپا بهتر از این میفهمه منطقه منطق و شعور داره نمیخواه که بگوی که عبدالله کلشان اه... میگه که عبدالله انسان بعدی از که کار کده ولی امروز شعور از داره که میگه عالی خوش شده عالی خو... او میگه جوی تیر شده حداقل اینمی زندگی گکه که داره اینمی ما بتونیم یک قسم جور بکنیم بهتر بسازیم که در پالی یک دیگه زندگی بکنه برای اون اولادایش یک چیزک شوه ببینید چقدر افغان ها کمک میکنه نام یک ایرانی گرفته شده در اینمی برنامه که فلانی یک ایرانی بود از فلان جای کمک کرد کل موضوع سر افغان ها یک نفر که فقط گب میزنه سوال میکنه و نقد و نظر میکنه هیچ چیز دیگه یاد نداره میخزه می ویدیو جور میکنه روان میکنه که ویدیو مرا نشر کنین که من یک چهره مطرح شوم ولی امید تو که چهره مطرح شوی خانم به حال لطفی نجات بعد از مطرح شدن چی داری برای گفتن شاید یگان پلان داشته باشی که بخوای که معروف شوی بعد از زوبیه ای به هر صورت عزیزان دل لطف کنید به اینمی خانم به اینمی دختر خانم به اینمی طاهره کمک کنین و نمانین که اینا از یک دگه جدا شوند در بریازی که تاهره را هیچ کس نمیگیره یعنی تو خودت که برنامه ما را میبینی من هست یک جوان حاضر هستی که بری تاهره را بگیری بر صورت دوستان عزیز دختر خانم های جور تیار سهتمند در اینمی افغانستان ما هستند که هیچ کسی حاضر نیست با اونا آروسی بکنه و یکی از مهمترین دلایلش این است که کسی پیسه نداره برای از که این فرهنگ مرداری که در بین ما افغان یا نه و والوار و مچم ای و او چقدر تو باید مصرف کنی تا بتونی یک بچه غریب و بدبخت و بکنی پیسیش از کجا کنی بسیار یعنی چی قسم برتون بگویم این فرهنگ مردار است در بین ما افغان ها و یکی باید پیدا شود که این فرهنگ از بین ببره تاهره های مجرد ماندن که جور تیار سهتمند و مقبول و شیک هستند برای از اینکه کسی پیسه ندارن مجرد ماندن و ما میاییم یک کسی که آروسی کدگی است او را از شوهرش میخوایم جدا بسازیم یعنی چی؟ یک خانم ایرانی میایی که از شویش جدا بسازیم جدا بسازیم ما میاییم برای کمند میگونه او چی خانم فامیده یعنی ما اینقدر خود ما بیعقل هستیم که یک بیگانه بیع بیع برای ما و شما ایر یاد بده که ما ایر از جدا بسازیم ای آدم خرابی هست تو اوش و ای خود ما عقل منطق نداریم بر صورت عزیزان در ویدیو بسیار طولانی شد شب روزتان خوش لطفا تاهره را کمک بکنید امید. سر کار خانم فاطمی سیادی است آیا شاید. دارم شما را که آمار ازدواج کودکان در ایران به شکل بی سابقه رو به افزایش است به گفته مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی و استانداری زنجان در سال گذشته 36 هزار ازدواج زیر 14 سال در ایران ثبت شده است